الإحصاءات التي قامت بها شركة ستاتستكس لبنان أكدت أن نتایج پژوهش سازمان آمار لبنان نشان می‌دهد بیش از 73% شهروندان این کشور مخالف جنگند و بر این باورند که لبنان باید در جنگ اسرائیل و حماس بی‌طرف بماند. بر اساس این نظرسنجی اکثر لبنانی‌ها گفتند که پول لازم برای تأمین هزینه‌ها و نیازهای روزانه خود را ندارند. پس اگر حزب الله لبنان را درگیر جنگ کند چگونه می‌توانند برای هفته‌ها و شاید ماه‌ها نیازهای معیشتی خود را تأمین کنند؟ به گفته آنها کمبود بودجه بیمارستان‌های دولتی، هزینه‌های بالای خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش کیفیت درمان در نتیجه مهاجرت بسیاری پزشکان به دلیل وخامت شرایط در لبنان برای همه مشخص است. لبنانی‌ها هم اکنون به دلیل بیم از کشیده شدن به جنگ غزه در نگرانی به سر می‌برند و در انتظار سخنرانی روز جمعه حسن نصرالله نشستند. تا این لحظه محتوای سخنرانی نصرالله مشخص نیست، اما به گفته برخی دبیر کل حزب الله لبنان یا با اسرائیل اعلام جنگ خواهد کرد و یا همچون خامنه ای از پیروزی و آغاز شکست اسرائیل خواهد گفت. برخی هم گفتند که نصرالله برای همراهی با اوضاع جاری تنها به دنبال اعلام حضور در صحنه است. آنچه لبنانی ها را بیشتر نگران کرده اینکه نصرالله هفته پیش با رهبران حماس و جهاد اسلامی دیدار کرده و همزمان بنا به گزارش امواج مدیا اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس در لبنان به سر میبرد، هرچند تصمیم نهایی درباره ورود به جنگ با حزب الله لبنان خواهد بود. مع اسرائیل، مع فرحات بیروت.